اینترپل شدن و تحت پیگیری قضایی قرار گرفتن علی کریمی و احتمال بازداشت شدنش توی کشور دبی. با ما تو این ویدیو همراه باشید. ماجرای دریافت اعلان قرمز برای علی کریمی توسط پلیس بین الملل رو بررسی میکنیم ببینیم چقدر واقعیت داره. سلام سلام، چطورید رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. خب از روزی که خبر بازداشت مهسا امینی توسط گشت ارشاد منتشر شد، اولین نفری که نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد علی کریمی بود. علی کریمی که قبل از اینم نسبت به مسائل این تیپی واکنش های تند و تیزی رو نشون داده بود و حمله های زیادی به مسئولین مملکت انجام داده بود، توی یه هفته اخیر استوریا و پستاشو یه مقدار تند و تیزتر هم کرده بود و عملا رهبری معترضین و خط دادن بهشون رو بر عهده داشت. که از همون روزهای اول افتاده بود این بود که خیلی از مسئولین نسبت به این حرکت علی کریمی اعتراض نشون دادن و خیلی هاشون درخواست کرده بودن که سریعتر حکم بازداشت علی کریمی صادر بشه. ولی خب همونطور که میدونید علی کریمی چند وقتی هستش که به دبی مهاجرت کرده و داخل کشور نیست که به این سادگی ها بتونن بازداشتش بکنن. ولی خب در همین راستا حمید رسایی، فعال سیاسی و نماینده چند دوره مجلس، درخواست کرده بودش که اموال علی کریمی رو مصادره بکنن که دیگه نتونه اینجوری بلبل زبونی بکنه. حمید رسایی فعال سیاسی اصولگرا خواستار توقیف اموال علی کریمی شد و در مصاحبه‌ای که با برنامه گفتگوی ویژه خبری داشت، با اشاره به مواضع علی کریمی در حمایت و جهت‌دهی به اغتشاشات اخیر در کشور، خواستار توقیف اموال او شد. یه نامه‌ای هم خیلی توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده درباره اینترپل شدن علی کریمی که حالا مشخص نیست این واقعیه یا فیکه. آیا با این درخواست اعلان قرمز میتونن اونو بازداشت کنن یا نه؟ البته مشابه این درخواست‌ها رو قبلا برای خیلی از شاخه‌های مجازی مثل پویان مختاری و نیلی افشار و امین فردین هم صادر شده بود، ولی خب اتفاق خاصی برای این افراد نیفتاد. خب فعلا علی کریمی مثل اینکه توی دبی ساکن است و خطری تهدیدش نمی‌کنه. باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. نظر شما چیه؟ حتما نظرتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.